درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه با دوست ارجمند شهرام آریان. 31 نشست بررسی تحلیلی تاریخ معاصر ایران رو پی میگیریم. از آغاز صفویه آمدیم به انقلاب اسلامی، برخی از کاستی ها رو گفتیم که منجر شد که این شعله های فتنه به اصطلاح گور بگیره، کشور به آستانه سقوط برسه، ترفندهایی که به اصطلاح انقلابیون پیاده کردن و کم و کاستی هایی که نظام پیشین از خودش نشون داد در مدیریت بحران، و همچنین پیش از اون هم پرداخته بودیم که در سالهایی که امکان ایجاد یک گفتمان نیرومند ملی بود، نه که اقدامی نشد ولی آنچنان که باید و شاید موفق پی گرفته نشد، و در نهایت فرجام این کار این بود که سال 57 بسیار سیستم آسیب پذیر بود و نیروی اجتماعی به درد بخوری و برای نگهداشت خودش و نگهداشت کشور ایجاد نکرده بود. نیروهای سنتی رو هم که عملاً به خاطر اصلاحات اجتماعی اقتصادی که در اثر انقلاب سفید انجام شده بود و همچنین ثروتمندتر شدن مردم و مهاجرت بیشتر روستاییان به شهر، اون نیروهای سنتی هم که میتونستن پشتیبان پایگاه سنت سلطنت یا پادشاهی در ایران باشن هم دیگه حضور به اون صورت نداشت. اون مقداری هم که بودن خود حکومت نخواست ازشون بهره بگیره و در نتیجه سقوط کشور در سال 57 پیش آمد. یکی از جنبه هایی که توی تحلیل ما ناگفته موند و گذاشتیمش برای این نشست، مسئله تأثیر بیگانگان بود. یه دلیلی که ما تا کنون اینو مسکوت گذاشتیم این بود که نمیخواستیم این مطلب تحت شعاع قرار بده فاکتورهای دیگری که بسیار مهم بودند و شاید تو تحلیل های همیهنان کمتر بهش پرداخته شده بود و همیشه نگاه اساسی و بنیادی به دلایل سقوط به توطئه بیگانگان برمیگشت. در اینکه بیگانگان نقش داشتن شکی نیست، ولی اینکه چرا بیگانگان میتوانند در کشوری اینقدر نقش بازی بکنن بدون اینکه ضعف و کاستی های فرهنگی و فلسفی مردم اون کشور بررسی بشه، در حقیقت یه پاسخ ساده به پرسش بسیار پیچیده است، بدون که اون پاسخ ساده الزاما پاسخ کامل باشه. برای نگاه به نقش و تأثیر بیگانگان میکوشیم امروز نگاه کنیم که بیگانگان چه انگیزه هایی میتونستن داشته باشن و چه جاهایی این نقش رو ایفا کردن و راه رو کاملا برای روحانیون و به اصطلاح دیگر انقلابیون 57 هموار کردن و از درون هم البته تا جایی که میتوانستن سیستم گذشته رو در سال 57 سترون و خونسا کردن که در حقیقت نتونست آنچنان که باید و شاید از خودش و از کشور پدافند کنه. برشته سخن رو به شهرام میسپارم. شهرام جان درود بر تو و سخنان تو میشنویم. درود شاهین جان، درود بر بینندگان. بله، من یکی از کسانی هستم که نقش بیگانگان رو تو اون چیزی که انقلاب 57 بود رو بسیار بسیار اندک میبینم، یعنی من این برداشت رو دارم. ولی یه سری بزنیم به این که کلن چجوری میشه به این برآورد نزدیک شد. روی هم رفته بعد از اینکه قدرت شاه در اون منطقه از اواخر سال 60 میلادی کم کم دیگه پا گرفته بود، میشه گفتش که دو سه گروه احساس ناراحتی نسبی میکردن. یکی حزب دموکرات آمریکا بود، نه واسه اینکه نظریات استعماری داشت، نمیدونم میخواست استعمار قرن 19 همو دوباره پیاده کنی از این حرفا، بلکه چون که با یک دولت اتوریتر مثل شاه احساس تجانس نمی کرد.
نزدیکی نمیکرد و گمان میکرد که گفتمانی پیش اون نداره. یعنی تا موقعی که او هست این نمیدونه اصلا با اونا چجوری صحبت کنه، از جنس خودشون نیست. حالا برخی ادعا میکنن که در حزب دموکرات ارتباطاتی هم همیشه با انگلستان بوده، انگلستان هم که نمیدونم خداوندگار استعماره و به اونا گفته که مثلا اینو یه کاریش بکن. من آثاری از این نظر خودم نمیبینم. من اون مشکلات که کارتر با شاه داشت رو در راستای گسترش استعمار نمیبینم، بلکه اینکه کارتر و دوروریایی که نزدیک به او بودن، حالا هم تو حزب دموکرات مثل او نبودن، احساس راحتی با شاه نمیکرد. همین مشکل رو مثلا کندی هم داشت. دوباره نواسه اینکه کندی کارشناس گسترش استعمار بود، بلکه از داخل اون حزبی که میومد با اون ایدالایی که اونا داشتن احساس راحتی با دولت شاه نمی کرد. حالا یک کسی ممکنه بگه که این احساس راحتی که اینا نمی کردن مشکل اونا بوده و مشکل شاه بوده. این مبحث دیگری است که در درجه اول مشکل اونا بوده، چون این همین مسئله پولیتیکالی کورکت لفت لیبرال هاست و یا کلن آرزو محوری لفت لیبرال های بعد از جنگ جهانی دومه که اینها همه کشورها رو با یه شیوه میخوان بهشون رسیدگی بکنن، که من گفتم که ما بیشتر نظریه داریم که در برخی کشورها توسعه آمرانه اول باید چند سالی باشه قبل از اینکه حالا اون دموکراسی هرچی که مثلا آقای کندی دوست داره یا کارتر به اون مدل بیاد. اونا اینا رو نمیفهمن که مثلا نتیجه اونجور سیاست‌ها رو هم این اواخر خب تو افغانستان میشه دید، که وقتی تو زوری زوری میخوای بری اون ایدئال های حالا دموکراسی میاریم، حالا یه شبه درستش میکنیم، یه قانون اساسی میذاریم، اینا آدم دید که چقدر اثر کرد. تو همون افغانستان بیچاره اگر یه دولت آمرانه میهن دوست منطقی به جای این 20 سال حکومت کرده بود، الان اونا 20 سال نوری جلوتر بودن. درست. و خیلی نزدیکتر بودن به ایدئال دموکراسی. خیلی، چون بیشتر میرفته نظر تمدنی جلو، چون بیشتر با واقعیت جامعه اونا سازگاری میداشت، حالا با مشکلات قبیله‌ایشه، مشکل اسلامیشه، هرچیه. یه دولت آمرانه، من روشن رای میگم، من منظورم آمرانه نمیدونم قرن 19 همه چه میدونم قاجار نمیگم، مثل مونه مثلا پهلوی یا شبیه اون، اگه می بود اونا رو خیلی خیلی جلوتر برده بود. هم افغانستان تو این 20 سال 100 درصد 10 برابر بیشتر جلو برده بود و عناصر مذهبی و قبیله‌ای هم 10 برابر بیشتر عقب رانده بود. حالا بگذاریم وارد داستانش. بعد حزب دموکرات این حرفا رو به خرجش نمی‌رفت. میگه آقا ما هر چیزو تزود دون سری مدل دموکراسی خودمون رو می‌خوایم و هر کسی هم اون مدلی نیست اخه. و یه مدلش این بود. حالا نمیدونم، والا یه بخش دیگه‌ش هم اینه که اینها با این متدی که با سیستم های نمیدونم مذهبی منطقه‌ای اینا مثلا ما کار کنیم، هم تو مناطق بودایی هم تو مناطق اسلامی، تو جنگ ویتنام هم از این آزمایش ها میکردن. اونجا قبلش من داستان جورج بال رو یه خورده گفتم. از اینجور بیماری هم حزب دموکرات داشت، ولی اونم دوباره به خاطر نمیدونم چون انگلستان بهشون تدریس کرده بود همچجوری استعمار میکنه نیست، بلکه به خاطر حماقت درونی سیستم خودشونه و الگوهایی که داشتن. به هر حال هرچی بود یا نبود، حزب دموکرات در دوران کارتر با شاه اونجوری احساس راحتی نمی کرد. قبلش هم که از دوران انتخابات کارتر هی با این هارت پورت کرده بود که آقا نگاه کن این نیکسون رو نگاه کن، نیکسون که رفت و فورد مده، ولی این رپابلیکان های غیر منطقی رو نگاه کن، ورداشتن تسلیحات آخرین مدل ما رو دادن به یک کشورهایی که حتی ثبات دموکراتیک ندارن، مثلا مثل ایران. F-14 اینا رو همه رو برداشتن دادن به شاه، سلاحای بهشون دادن که ما به آلمان یا به انگلستان نمیفروشیم، همپیمانای نیتومون برداشتن دادن به این که چی بشه. اینا که اصلا کشورشون ثبات نداره که اینا اگه خواستن این اسلحه رو فردا علیه خود ما به کار ببرن یا همپیمانای ما چه خاکی بر سر کنیم. این حرفا رو توی تبلیغات انتخاباتی کارتر پیوسته گفته بود که آقا یا اسلحه بهشون نده یا اینکه ما اینا رو باید دموکرات کنیم که خیالمون راحت بشه که مثلا از خودمون از خودمون از یه حرفا زده بود. و حالا چقدر به کام رای دهنده ها رفته بود نمیدونم، گمان کنم مشکل واترگیت بود با اون نبود، که اعتماد به ریپابلیکن ها کم شده بود. حالا بگذاریم آقای کارتر رو مطرح. یه همچین پس نبود تجانسی و بدبینی و اینا تا زمان کندی به واپس میرسید تو اینا بود. اون وسط حالا شرکت های نفتی هم بودن پشت پرده
که هی میگفتن که اگه کنترل ایران از نظر نظامی و اقتصادی و همه این حرفا برای این منطقه هی کاملتر بشه و کاملتر بشه، این سرنوشت این قراردادهای ما آخر سر درست درمون چی میشه؟ بعد این نگرانی هم بود از اون شرکت های چند ملیتی که اون زمان حتی نیروشون خیلی بیشتر بود تا به امروز، الان قابل قیاس نیست. الان شرکت های اینترنتی و اینا اومدن جای اونا رو گرفتن. اون زمان اون هم پول و نفوذ و اینا اصلا یه جوری دیگه بود. یه نگرانی دیگه این بود که از توی مثلا برخی سازمان های امنیت در کشورهای فرنگی که اصولا اگه یه کشوری مثل ایران تبدیل به یک کشور جا افتاده صنعتی و نظامی آسیای غربی بشه، تو اون منطقه هم که چند صد میلیونی میشینن، اینا رو میکنه بازار مصرفی خودش، نفت منطقه هم که کنترل میکنه، اگر این تکامل به پایان برسه مثلا 15 سال دیگه یا 20 سال دیگه، خب این که میشه یه قدرت بزرگ. ما بعد چی کارش کنیم؟ مثلا کی ضمانت کرده که این آخر سر حرف گوش کن خواهد بود؟ اصلا کی ضمانت کرده که این یکی از خودمون باشه یا تغییر مسیر نده؟ دولتش هم که دولت شاهنشاهی آمرانه، مدل خودشه، مدل ما نیست که ما هرجوری بخوایم مثلا بگیم مثلا رسانه هامون اونجا هست کن. این نگرانی هم اونجا بود که اگه این ایرانه از یه حدی هی نیرومندتر بشه عاقبتش چه خواهد شد؟ درست. این هم بود. یه نگرانی دیگه هم از سوی سازمان امنیت در اسرائیل بود که اونا میگفتن که درسته که الان شاه با ما دوسته، به ما نفت میده، وقتی جنگم میشه اون وسط رو میگیره، ولی آخر سر این یه کشور مسلمونه، این مسلمون هم که به حمدالله به عقلشون نمیشه اعتماد کرد. خب اینا هم که الان دارن روز به روز نیرومندتر میشن که اولین نمودهاش اینه که نیرو هوایشون اینقدر نیرومند شده که همین فردا اگر درگیری بشه میون ما و نیرو هوای شاهنشاهی معلوم نیست کی میبره و اینا تازه اوائل تکاملشون هستن. نسل بعدی که از آمریکا دوره ببینه برگرده، اون همه هواپیماهای فراتری که این شاه سفارش داده و حتی کم کم دارن در مورد صحبت میکنن که ناو هواپیما بر ایران بخره. یکی دو تا صحبت بود، برخی کیتی ها که در نظر داشتن، چیزای دیگه بود. این عاقبتش چی میشه؟ یه کشور مسلمونی که اگه پاش افتاد توان اینو داره که ما رو تو جنگ هوایی شکست بده، این چی میشه؟ فعلا اون کسی که داره بران فرمان روایی میکنه آدم لوتی خوبیه، ولی فردا اگر که اینا یه مسلمون کله خری اونجا گذاشتن و بعد همین نیرو هم دستشه، مثلا یه مدل زیاد حق مثلا ایرانی، ما چیکارش کنیم؟ بنابراین اونام احساس راحتی با این همه قدرت از سوی ایران نمی کردن. بنابراین یه عالم نیرو بود که اینا هیچ کدوم احساس راحتی با ایران به اون حالت نمی کردن. خب اینا ولی دلیل سقوط شد؟ نه، معلومه که نه. برای این که خب هر قدرتی که یه خورده یه سر یالی تکون بده از بیاد بالا، خب یه عالم آدم هست که باشه سر راحتی نمی کنه دیگه. کجا این داستان غیرعادیه؟ مثلا از مال ایران خیلی فجیح‌تر، خیلی تکاندهنده‌تر، خیلی ارتعاش‌دهنده‌تر، به هم ریزاننده‌تر برآمدن آلمان توی قرن 19 بود. همه عادت کرده بودن که آلمان بعد از جنگ‌های 30 ساله 1648 پاشیده رفته پیکارش. حالا یه پروسی مونده، حالا اتریش که جنوب بود اصلا داشت با ترک‌ها می‌جنگید، اون ورا بود. این پروس برآمده بود بسیار خوب، این زورش اینقدر کوچیک بود کشورش و اینقدر دیسیپلین و اینا و اینا که زورش بنده مثلا فرانسه اینا شده بود، ولی در تعادل قدرت بود، بالانس آف پاور بود. تو قرن 18 هم انگلیسی ها راحت بودن، ولی تو قرن 19 هم که بیسمارک اومد اینا همه رو متحد کرد، یو تعادل همه چی به یک حالتی ریخت به هم که دوتا جنگ جهانی پیامد اون بود آخر سر. یعنی هر رقم اینا میشستن محاسبه میکردن، میدیدن این حیولا رو دیگه نمیشه کنترل کرد. جمعیت داشتی و بعد اون مدل دیسیپلین آلمانی و اون همت و تکنولوژی از این حرفا که آخرم ریخت به هم. خب اونم هی میمد بالا، خب همم بدخواهش بودن دور تا دورش. حالا سووات
اصلا واسه آلمانی اصلا فرقی نمیکرد، اونا طرح استراتژیک خودشون دنبال میکردن. درسته. اون وسط مثلا نه کسی تونست اینا ساقط کنه، نه توطئه، نه چیزی، کار خوش میکرد. شما وقتی که سر بر میاری، خب همیشه یه سری افراد احساس ناراحتی میکنن دیگه. این کوچش غیر عادیه. نه عادیست. مهم این است که همچنان که گفتی اون موجودیت بتونه از خودش پدافند کنه و راه رو ادامه بده و در حقیقت بکوشه که حالا با پاتک یا با پدافند درست از ضربه پذیریش جلوگیری کنه. شهرام، مطلبی که در مورد حزب دموکرات امریکا گفتی و دولت کارتر، این که شاید به خاطر اینکه از هم سرشتی و همگوهری با یه نظام آمرانه و مقتدر مثل حکومت پیشین ایران برخوردار نبود، مواضع منفی نسبت به شاه داشت، همچنان که مثلا پیش از او دولت دیگر دموکرات، دولت کندی، که اون هم ایران رو نزدیک به بحران برد در زمان نخست وزیری علی امینی. ولی پرسش خیلی به نظر من مشروع اینجا پیش میاد که از دید نبود آزادی های حزبی و آزادی های به اصطلاح پارلمانی و حتی اگه بخوام اسمشو نقض حقوق بشر بگذاریم، در شرق آسیا مثلا کره جنوبی متحد امریکا 10 درجه از ایران تندتر بود. 50 کشور مسلمان داشتیم که قطعا ایران تو همه اونها از حیث آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی 5 سرگردن بالاتر بود. ما حکومت سرهنگا رو اون موقع در یونان داشتیم تو اروپا. امریکای جنوبی قطعا تا 1979 همه حکومت ها دیکتاتوری بود، نه از نوع دیکتاتوری روشن رای پهلوی، بلکه دیکتاتوری که اومن خیلی خشن بودن و خیلیشون هم فاسد بودن. ولی یک دفعه مسئله نقض حقوق بشر و حمله رسانه‌های غربی و پیکان حملهشون متوجه ایران میشه. یعنی 1976 که کارتر به قدرت میرسه، از 76 تا 78 فقط هر روز گزارش و تفسیر و خبره که در مورد وجود یک سازمان به اصطلاح جهنمی به نام ساواک و یک فرمانروای خونخوار به نام شاه داره در جهان پخش میشه، در حالی که همه کشورهای متحد امریکا به استثناء 7-8 تا اروپایی‌ها و کانادا و استرالیایی‌ها به مراتب وضعیت زندان‌هاشون، وضعیت نقض آزادی‌های سیاسیشون از ایران 10 درجه تندتر و شدیدتر بود. ولی ما این فرمول رو نمی‌بینیم که آقای کارتر و تیمش در مورد کشور دیگه به کار ببرن. در حقیقت قربانی اول و آخر 4 سال قدرت گرفتن حزب دموکرات از 1976 تا 80 فقط ما بودیم و بس، و بعدم این تکرار نشد. در دوره اوباما مثلا چرا حسنی مبارک رو زمین زدن و کمک کردن، اخبار مسلمین هم اومد به قدرت رسید، بعد آقای سیسی که کودتا کرد، اوباما هم اومد و گفت که السیسی باید بره و حکومتش حکومت غیر قانونی است، چون مرسی حکومتش دموکراتیک انتخاب شده که سیسی محلی نگذاشت و اتفاقی هم نیفتاد خوشبختانه. این رو چگونه میشه پاسخ داد؟ ببین، اولا که اوباما رو تو نمیتونی با کارتر بسنجی. اوباما یه آدم سراپا لاعقلی بود، اون اصلا عقلش اصلا کم بود. اون کارتر آدمای واردتر تو سیستمش بودن. اون از اون روزگاری بود که هنوز اون بازمانده اون سیاست خارجی قدیم، آدمای تحصیل کرده مثل برشنسکی و اینا، آدمای وارد باهوش اونجا بود. اون با اون آدمای جاهلی که دور بر اوباما بودن، خود اوباما هم آدم فوق العاده جاهلی بود، اصلا نمیشه با هم مقایسه کنید، دو سیاره اصلا جدا بودن. ولی اون داستان زمان کارتر چی بود؟ ببین، اولا که اون فشارهایی که اونجا به شاه آوردن یه چیزی نزدیک به اون، یه مدتی هم به پینوشه آوردن که پینوشه جوابای خیلی سربالا بهشون داده بود، ظاهرا یه دو سه تا تلگرام نوشته بود که توش اصلا درشت گفته بود به کارتر و اینها، و یعنی گفته بود که به شما اصلا ربطی نداره، خیلی حرف بزنید، اصلا من ممکنه اینجا کار رادیکال تر باهاتون بکنم. یعنی دولت کارتر، اون تئوریسین هایی که داشت، اینا میگفتن تا ما سر کار هستیم، دولت هایی رو که ریپابلیکن ها معمولا باهاشون راحتن ترانسفورم کنیم که از مدل خودمون بشه. اینجوری هم میشه به داستان نگاه کرد، نه اینکه یه تئوری اهریمنی اونجا بوده که مثلا
سایرس ونز رو بفرستن مثلا بره دوره بده، مثلا افراد نمیدونم خمینی رو مثلا بهشون دورهای اسلامی بده، چون این کنه چون کنه پول تزریق کنه که اینا تازه بخوان انقلاب مثلا بکنه، اونایی که هوادار توری توته اینجوری مثلا میدن داستان تو ایران که اصلا CIA و اینا کار زندگیشو ول کرده که به قطب زاده و یزدی و نمیدونم اینا مثلا دوره بده که اینا تازه بخوان مثلا خرابکاری یاد بگیرن. نه، اونجوری که من چند بار عرض کردم، خود بدنه قوم ایران با پیشرفت راحت نبود و یه اقلیت 25% مسلمون جانی اونجا بود که خیلی از نظر روحی بهش فشار می اومد و اون تمام مدت میخواست قیام کنه و روز به روزم مصممتر میشد که تو همون ادبیات ضد پیشرفت، ادبیات خلوچلی که نماینده اصلیش مثلا آل احمد بود می اومد بیرون، ضد پیوستن به جهان پیشرفت، ضد پیوستن به جهان فرنگ، در تضاد با فرنگ و با ایران باستان، هر جفتش که دوتا موجود همزادم بوده دیگه. بله، این ربطی به CIA و نم کارتر اینا نداشتش، که این یه فشار انفجاری وحشتناک بود که برآمده از این سرطان اسلام بود که تو روح اینا بود، که خیلی جالب نفرتشون با فرنگ همسازمانی داشت با نفرتشون با از ایران باستان. بله، چون فرنگ و ایران باستان هر جفتشون سیستمای هندو اروپایی بودن که همش به خود به پیشرفت رو از این حرفا، اینا با این ناراحت بودن، خیلی هم ناراحت بودن، یعنی یه ذره نه، و یه 7-8-10% کسانی بودن که قشر میانه زمان پهلوی بودن که اینا تو ادارات بودن، تو ارتش بودن، اینا سیستم بیشتر ملایم و چلوکابی داشتن، جنگجو و اینا راسخ نبودن. اون وسط هم یه 60-70% بود که اصلا نیست تو زندگی چی میخواد. اون 20-25% سر برآوردن، این 10% درست دفاع نکردن، پاشید رفت. این وسط اتفاقی که افتاد بیشتر اونی که به تفسیر درست میخوره اینه که حزب دموکرات اومده بود سیستمایی که دوست داره تو کشورهایی که به نظرش باشون راحت نبود بذاره، که مثلا گمان میکرد ریپابلیکن ها با اینا راحت ترن، اومد اینا رو جایگزین کنه، اومد یه خود آرایش کنه، اینا زد چش کور کرد. یعنی تصور اینه که مثلا با یه جریان نسبتا ملایم ملی مذهبی اونجوری می‌خواست، خیلی دوست داشتن کنار بیان و یه همچین چیزی رو در تهران ببینن، در اون عشقشون این بود که یه چیز ملی مذهبی بیاد اونجا. حالا نه هم که دیگه شروع کنه افراد سرشون رو بریدن و شلاق زدن و اعدام کردن از این حرفا، یه سیستم نیمه چلو کبابی ملی مذهبی اونجا بیاد سر کار. اول اینقدر که تسلیحات سفارش نده، یه مقدار به فقر رو اینا بیشتر مثلا از دیونه رسیدگی کنه و صلح عمومی رو یه خورده ببره بالا، و به ویژه رسانه هاش زیر کنترل فرنگ باشن و از طریق کنترل رسانه ها اون کشورم کلن زیر کنترل فرنگ باشه. شرم جان، فکر نمی کنی یکی دیگه از اهدافشون در این 4-5 تایی که گفتی، یکی از مهمتریناش میتونست این باشه که هزینه انرژی رو در جهان پایین بیاره؟ ببین، من 1968-69 قیمت نفت خام حدود 1.5 دلار بود. اوپک وقتی قدرت گرفت و مانورهایی که به ویژه شخص شاه در اوپک داد، میانه دهه 70 میلادی یعنی حدود 6 سال بعد قیمت نفت به 24 دلار رسیده بود. از 1.5 تا 24 میشه 16 برابر ظرف 6 سال افزایش. تصور کنید امروز قیمت نفت خام از 70 دلار بشه 16 برابر، مثلا 1000 دلار. خب کشوری مثل عربستان یا امارات یا عراق چی میشه درآمدش؟ یک ثروت وحشتناک میاد تو کشور. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه مصرف کننده در غرب، حالا اون موقع امریکا که خودکفایی انرژی نداشت، وارد کننده نفت خام بود، اروپا هم که عمدتا وارد کننده بود، مناطق سردسیر سوخت قیمت بالا، بنزین قیمت بالا، هواپیماها با انرژی بالا مسافرت کنن، و عملا دهه 70 فکر کنم از نظر اقتصادی یکی از بدترین دهه های غرب در سال پس از جنگ دوم جهانی بوده. فکر نمی کنی اینم مد نظر دولت باشه؟ درسته، من اکسپلیسیت نگفتم، ایمپلیسیت یا تلویحی من گفتم که اون بخش که گفتم چلو کباب و از طرف دیگه هم زیر کنترل رسانه ها، این توش ایمپلیسیت بود. یعنی اینکه بله، ببینید کلا از توی یادداشت‌های علم و دیگر اسنادی هم که مونده میشه ردیابی کرد که شاه هی پوش فشار می آورد که قیمت نفت بره بالا. حالا در مورد این مثلا میشه بحث کرد که آیا این کار اصلا منطقی بود، چون از یه حدی هم که قیمت نفت رفت بالا میدونی که اصلا دیگه اون پولا رو دیگه اصلا نمیشه تزریق کرد تو اقتصاد.
باعث تورم شد، بعدم باعث رکود و اینا بیشتر تو فرنگ شد، فشار آورد، هزار تا بدبخت. یعنی اصلا در مورد اینا میشه بحث کرد که اصلا این کار اصلا واقعا درست بود یا نبود، ولی شاهین تصور رو داشت که هرچی من پوش کنم فشار قیمت نفت بالا و پول میلیارد میلیارد دست ما بیاد، ما این کارهای عمرانی رو که میخوایم بکنیم مثلا تخت گازتر انجام میدیم. درست. که میگم حالا مثلا از یه حدی با اونور اصلا میشه صحبت کرد که منطق بودنم. بله اینم نه فقط برخی شرکت ها رو بهشون فشار آورده بود، بلکه اصولا فضای فکری سازمان های امنیت و به حزب دموکرات خیلی براشفته بود که این مرد چه اینجوری میکنه. هی قیمت نفت میره بالا، هی هم باش اسلحه میخره. و دولت ریپابلیکن با این رویدادها مشکل به اون صورت نداشت، داشت یه مقدار به اون صورت مشکل نداشت، برای اینکه میگفتش که خب درسته از همون پول میدوشه ولی باهاشون اسلحه میخره و جلوی شوروی رو محکم مثل صخره گرفته. درست. اونا بمب بسنده میکردن. حالا برخی تئوریام حتی هست که حتی برخی با بالا رفتن قیمت نفت مشکل نداشتن، چون میگفتن وقتی قیمت نفت میره بالا بعد استخراج نفت مثلا تو مناطقی که گرون بوده هنوز میسر میشه. از اینجور حرفا که حالا اون تئوری اقتصادی اینجوری خورده چالشی رو میذاریم کنار. اون ولی همین که ریپابلیکانا میگفتن همین که باهاش اسلحه آخرین مدل میخره و شوروی یا جرئت نمیکنه اونجا عملیاتی بکنن بسه. درست. دموکرات ها میگفتن آقا ما اگه یه سری ملی مذهبی اونجا بیاریم چند تا اتفاق همزمان میفته. یک، چون مذهبیه خب از یه طرف دوباره کمونیست ها پا نمیگیرن که لازم نیست که 300 میلیارد اسلحه آخر مدل بخره بخواد باشه اونجوری بجنگه. دو، این ملی مذهبی هم که خب یه خورده چلو کبابی ترن و زیر نفوذ رسانه ها هستن، زیر کنترلن، اگه خواستیم قیمت نفت هم بیاریم پایین میاریم مودریتش میکنیم، هرچی کلا زیر کنترل میاد که تمام کارهای اون تره. سیستم دموکراتیک که میشه روی رسانه اثر گذاشت و اونا رو کنترل کرد. آره. کلا یه جوری رام میشه. بعد دیگه حالا با چه سرعتی میخواد پیشرفت کنه نکنه اون منطقه دیگه حالا مسئله ما نیست. ولی به هیچ وجه اینطور نبود که اونا تو ذهنشون باشه که یه سیستم قرون وسطایی بیارن که بخواد صبح تا شب مردم رو شلاق بزنه و به قرن اول هجری برگرده. این از کنترلشون خارج شد. ببین دلیلش هم اینه که من گفتم مدل خیلی زبون نفهمتر از زمان کارتر زمان اوباما بود. که آدم به مال اون ادمنستریشن اونا نگاه میکنه که اصلا همه تیمارستانی بودن مال اوباما، یعنی اصلا یه حرفای بی ربط مالی خولیایی میزدن که در موردی که با مصر چیکار کنیم با این بر با اون. اصلا یه چیزی یه خورده سبکتر از اینش مال زمان کارتر بود. کارتر کوشش کرده بودن که برین پاور بیشتر توش بیارن، قدرت اندیشه. و گمان میکردن که یه طرح کانسیستنتی ریختن. ما ایرانو دموکراتیکش میکنیم، ملی مذهبیش میکنیم، با مذهبیش جلوی کمونیست ها رو میگیریم، ولی همزمان چون یه خورده ملی هم هست دیگه حالا وحشی هم نمیشه. پیشرفتایی رو که شاه تا الان انجام داده یه جورایی در سطح اجتماعی داریم، کنترل رسانه ها هم داریم، قیمت نفتی یه خورده میاریم پایین، میشه یه کشور سکند ریت مثل اروپای جنوبی یا اینا و یه بخش از خودمونه. شهرام به نظرت صحبتایی مثل مثلا رمزی کلارک که اون موقع دادستان کل ایالات متحده بود که گفت این خمینی قدیس است که در قرن بیستم دوباره رخ نموده، یا مزخرفاتی که مثلا میشل فوکو در فرانسه در مورد خمینی میگفت که او آمده صلح به جهان دوباره معرفی کنه و از این حرفا، پس با این حساب اینا رو باید رو حساب بیشوری این افراد بذاریم نه رو حساب الزاما بدخیمی ها. آره آره، مال کلارک میشه در موردش هم صحبت زیاد کرد، ولی مال فوکو بدون هیچ شک روی بیشعوری و کمبود هوش مادرزاد بود. درسته. یعنی اون مال فوکو رو من بیشتر خوندم و اون واقعا عقلش گرد بود بیچاره. آره. یعنی یکی از همین لفت لیبرالای واقعا جاهل بود که پرت و پلا همش میگفت در مورد همه امور. یعنی تو اگر اجازه میدادی اندیشه های فوکو حتی در مورد خود اروپا تا اندازه پیاده بود. اصلا پاشیده بود، مالیده بود، اصلا هیچ چیز داشت، یه جنگلی یه بیابانی فقط مانده بود. الان ممکن بود مثلا 100 میلیون مسلمان از آفریقا آمده باشن ریخته باشن همه اصلا گرفته باشن. اون اینجور دوست داشت. درسته. و از HIV هم مرد و دیگه نموند بیشتر که اون منظور بدی نداشت، عقلش کم بود. عقلش کم بود. ولی تمام اینا چه ربطی به این داره که شما اصلا به حرف افراد گوش کنید؟ ببینید من نمونه چیزی گفتم مال پینوشه رو.
که همین فشارها رو خواستن بهش بیارن، چنان درشت گفت که اصلا افراد جا خوردن. حالا این وسط مسئله بخت بدم اومد. من معمولا تئوری بخت بد رو دوست ندارم، برای اینکه تو سیستم آلمانی ما اصلا اینو دوست نداریم که سرنوشت تو دست بخته، درست، و من شما همت و اینا یارو خودش کنترل کنه. ولی این مطلب که ببین، سیستم آمرانی ایران روی شخص شاه تمرکز یافته بود. حالا دوباره این داستانش درازه که آیا واقعا نمیشد بهترش کرد؟ نمیشد رو شونه های گوناگونی توزیع قدرت کرد؟ باید اینجوری می بود؟ اینا همش بحثای ویژه‌ایه که میشه در موردش یه جلسه صحبت کرد. چون خیلی ها مثلا این گناه رو به شاه گرفتن که آقا چرا یه خورده به موقع از قبل توزیع قدرت نمی کنی؟ اینا این بحثش درازه، ولی من گمان نکنم به این سادگی میشه شاه اونجا گناهکار دونست، برای اینکه اون ویژگی روحی هنوز تو خاورزمینی‌های مسلمان بود که وقتی میخوای یه خورده بهش جا بدی و رو بدی، آنی پر رو میشه، میخواد کودتا کنه، همه چی رو ازت بگیره. یعنی نبود ثبات روحی توی مغز خاورزمینی خیلی اینجا آسیب میزنه وقتی تو میخوای توزیع قدرت بکنی. توزیع قدرت به شخصیت‌های جا افتاده احتیاج داره که خاورزمینی مسلمون نداره. اینو خواهش میکنم این بحث به این عظمت رو بذاریم کنار. فعلا شاه داره تکیه میره جلو سیستم آمرانه متمرکز یه نفر، هم ارتش هم ارکان دیگه امنیتی اینا رو خودش، و سیاست خارجی داخلی بدم نیست، داره میره جلو تا اینکه این آمرانه این کشور رو بسازه، بعد کشور به یه درجه برسه که اتوماتیکلی بتونه مثلا دموکراتیک بشه، چون که 60% مثلا مرفه شدن. این وسط این سرطانه اومد و موقعی هم اومد، یعنی آثارش بیشتر شد که کارتر از اون طرف خواب نما شد. شاه اینجا این سرطانه از درون متزلزلش کرد. اولا یه شخصیت حساسی که داشت و مثل بیشتر خاورزمینی ها، خواهش میکنم گردن اون اندازید که او بد بود بقیه خیلی خوب بودن، ماتاخ بودن، نه، مثل 99% خاورزمینی ها خودشیفت و اینام بود، یه خورده خودمحورم بود. وقتی آدم های خودمحور و خودشیفته به بیماری های رو به مرگ دوچار میشن، خودشونو بیشتر میبازن تا یه آلمانی پروسی پروتستانت که هستی خودشو فقط تو انجام وظیفه میبینه. اون که میگه من که در هر صورت حاضرم هر لحظه واسه انجام وظیفه به کام مرگ برم، چه فرق میکنه الان یا 10 سال دیگه، 3 سال دیگه، 3 ماه دیگه. اون خیلی استیبل رو اینجور خبرها، ولی این خبرهایی که رو به مرگ دارن میرن، آدمهای خاورزمینی رو خیلی بیشتر میکوبه و میاره پایین. این حالت روحی شاه ریخته بود به هم. داروهایی هم که بهش میدادن، حالا پرتنیزون در درجه اول، بحثش درازه، ما اینجا سر پزشکی رو نمیخوایم کامل باز کنیم، مثلا به چه دلایلی تو اون زمان با تکنولوژی آخر سال 70 پرتنیزون میدادن، الان یه راه دیگر کوشش میکنن برن توی اون سرطان لنفاوی که داشت سرطان خون حقیقت بود، ولی حالت کرونیکش، چرا پردنیزون میدادن که اون زمان ایبی نداشت، چیز مسئله بدخیمی پشتش نبود، ولی اون یکی از سایت افکتاش یا کار کرده کناریش این بود که میتونه تا اندازه سایکوزیس ایجاد کنه، یعنی حالتهای به هم ریخته روحی. و برخی مشاهده کرده بودن که شاه مثلا وقتی میرفت برای استراحت کنار خزر، میگفتن ساعتها میشست به دریا نگاه میکرد، توی حالت چیز افتاده بود، اپاتی افتاده بود، قدرت تصمیم گیری فرو پاشیده بود، هم تو اون مثلا اون خاورزمینی که وقتی مرگ خودشو میبینه بیمیل میشه، همین داروهای نسبی. حالا سیستمم روی این متمرکزه. این یه بدشانسی قوز با آلا قوز بود، من اینو اعتراف میکنم، درست، که از یه طرف خیلی سخت بود توزیع قدرت، چون این خاورزمینی ها متخصص و عاشق کودتا و پررویی و این مسائل هستن، تو مجبوری خیلی وقت لگامو دست خودت نگه داری تو دوران آمرانه، درست، وفاداری و اینا هم نمیشناسن این خاورزمینی ها، بلکه یارو فقط اون لحظه اون برآمدن خودش رو فقط میبینه، این علاقهشون به کودتا هم از این جو کارم، از این حالت روحی میاد. بنابراین این محمد رضا شاه تنزلزلی مجبور بود لوگاما رو دست خودش نگه داره. حالا اینجا سرطان و پردنیزون به جونش افتادن و این اپاتیک شده، نمیتونه تصمیم بگیره. توی سال انقلاب که در دست انجام بود، این نیاز داشت به چند تا از مهتران آلمانی مانند که باید دوروبرش تون کشور می بودن که خب وجود خارجی نداشتن، که اونا باید تصمیم می گرفتن که الان باید به جای او تصمیم بگیرن.
درست. اگر برانش به کنار با ارتش تماس بگیرن مسئله ریلی کنن که آدمایی میخواست واقعا با نگاه به افقهای دور و با همت شاه اسماعیلی یعنی رو به جنگ اگه پاش بیفته. که اینا هم که به حمدالله تو اون قشر میانه اونجا که نبود که ما دیدیم که سقوط کرد که همه فلفور اومدن کنار کالیفرنیا ملک خریدن. مثلا مدل روحشون اینجوری نبود. تعداد آدمای جنگجو اینا خیلی توشون کم بود، اون اگرم بودن فکر افق دور نداشتن. بنابراین این مسئله دست به دست هم، ولی اینطور نبود که کارتر بیاد نمیدونم CIA رو جمع کنه بگی برید این پیرمرد مرتیکه رو بردارید اینو مثلا فوتش کنید بادش کنید پول بهش بدید یزدی رو بیارید دوره بدید. اون هواداران دولت قبلی که تئوری توتر دوستن اینجوری داستان رو میدونن. درست شرم جان، چون سال 57 از یه نامی از انگلستان اومد، انگلستان خب بی بی سی به عنوان بنگاه خبرپراکنی دولتی در انگلستان سال 57، من چون 10 سالم بود قشنگ یادم میاد که هر کسی ساعت مشخصی رادیو بی بی سی رو روشن میکرد، چه موافقان حکومت چه مخالفان، و خبر رو فقط از بی بی سی میشنیدن. بی بی سی هم دقیقا مانند یک ستاد اجرایی و هماهنگ کننده به اصطلاح نیروهای انقلاب اسلامی عمل میکرد که فردا این کارو میکنیم پس فردا خبر اینه، امروز اینجوری شد، و خبرها رو هم به گونه ای میداد که شما مرتب بوی سقوط میشنیدی. بله. و اگر مثلا در فلان شهرستان دو نفر تیر خورده بودن زخمی شده بودن، خبر رو به گونه ای میداد که انگار اونجا حمام خون راه افتاده. این بازی بی بی سی که البته هنوزم ادامه داره. بله. هنوز اون بازی بی بی سی ادامه داره. این رو بله. نه بی بی سی ببین، بی بی سی سیستمش خورده بدخیم تره. بی بی سی به خاطر سنت استعماری دوربردی که تو کشور انگلستان بوده، تو بخش مهترانش، تو سازمان امنیتش، ادارات درونیش و اینها، تا سالای دست کم 60 میلادی هنوز خیلی ها بودن که باعث نوستالژیک یا درد روزگار کهن، یاد روزگار کهن که ما ابرقدرت بودیم و اینها، بعد حالا از دست دادیم این مستعمره ها رو، دوست داشتن دخالت های استعماروار هنوز انجام بدن. بقیت و سیف این آدم هایی که پیر شده بودن دیگه تا سالهای 70 هنوز بود تو ادارات، درسته، تو سازمان امنیت بود. خیلی از اینا با شرکت های نفتی در تماس بودن، خیلی هاشون یه حالت نگاه استعماری خودشون اصلا خصوصی دوست داشتن و به برآمدن شاه و اونا یه چیز غیر عادی یا کریه نگاه میکردن، به ویژه اینکه قیمت نفت هم رفته بود بالا و گسترش فقر رو دامن زده بود تو انگلستان که صنایعش رو به فروکش بود اون زمان. حالا داستان اونم درازه که چجوری انگلیسی ها در طی سالهای 50 و 60 جنگ صنعتی رو علیه آلمانیا باختن تو صادرات و بعد رو فروکش افتادن، اتحادیه‌هاش رو مثنوی 70 منه. کلا یه وضع بدی داشتن، پر از خشم بودن، بالا رفتن قیمت نفت هم همه چی رو بدتر کرده بود که آدم خیلی اوقات اینو توی مصاحبه‌گرای انگلیسی با شاه می‌بینه که کام تلخی هم همیشه تو صحبت ها هست. درست. که جون ما چی میخوای؟ دقیقاً. و این نگاه تو ادارات داخلی انگلیسی بود و بعد اینا کمک کرده بودن که در بی بی سی بیشتر مخالفین سرسخت شاه از بخش چپ لیبرال بیان. یعنی اون سازمان امنیت هم این کارو نمیکنن که خودشون یکی رو بنشونن اونجا تلفن مثل گوبلز بهش بگن چیکار کنه. این دو زمانه دیگه زشت گندش در میاد. درست. بلکه کسانی رو اونجا میکارن که میدونن این یارو در هر صورت بعد اونو میخواد. درسته. و بعد خودش بالت غیر مستقیم به اون مسیر میره. آره، مال بی بی سی بدخیم بود. در مورد بی بی سی شرم، چون که نه ولی میشه بگم اینجا، ولی گناه بی بی سی مادر مرده نبود، چون خود بی بی سی هم وقتی که داشت این کارهای بدخیم و علیه ایران انجام میداد، خودش گمان نمی کرد که اصلا تو ایران کسی بی بی سی دیگه گوش کنه بعد از رویدادهایی که با رضا شاه رخ داده بود. یعنی اینی هم که خود ایرانی ها هی می شستن بی بی سی گوش میکنن، خودش از عجایب اسلامه، ولی این دیگه گناه بی بی سی بیچاره نیست. نکته جالبی گفتی، برای اینکه اینو خواستم اتفاقا بگم، بی بی سی فارسی در 1319 خورشیدی را افتاد، یعنی 9 ماه 10 ماه پیش از حمله متفقین به ایران در سال آخر پادشاهی رضا شاه. و این گامی که راه افتاد به عنوان یک رسانه، کارش صبح تا شب، بام تا شام فحاشی به رضا شاه بود و کوبیدن حکومت رضا شاه حتی پیش از حمله به ایران.
در 60مین سالگرد راه اندازی بی بی سی فارسی، یعنی 1379 خورشیدی، 21 سال پیش، سایت بی بی سی فارسی اومد مطالب خیلی بامزه منتشر کرد از جریان راه اندازی بی بی سی فارسی 1319 و اتفاقاتی که در اون یکی دو سال اول رخ داده بود. یکی از کسانی که در بی بی سی فارسی خیلی نقش محوری داشت مجتبی مینوی بود و یه بخش اینا داشتن همون موقع علی رضا شاهینگام که صحبت میکردن به نام نامه های رسیده از ایران و معمولا شبی دو تا سه تا چهار تا نامه رو میخوندن، به اصطلاح نامه هایی که از مردم ایران اومده که رضا شاه پدر ما رو در آورده، ما رو به خاک سیاه نشونده، نفس نمیتونیم بکشیم، فضا مسموم و این صحبت ها. و تو این 60مین سالگرد بی بی سی فارسی که رو سایت فارسی دوستان میتونن ببینن، خودشون اعتراف میکنن که اینا رو مجتبی مینوی خودش مینوشت، خودش مینوشت و میداد و میخوندن. در واقع یک نامه از اون تو کل اون یکی دو سال از ایران رسیده بود، خودشون میگن یک نامه فقط رسیده بود، اونم به طرفداری از رضا شاه به اینا فحش داده بود. و این جنگ روانی کاملا یه جنگ امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی دیگه این یک حساب و کتابی درش هست. و به خاطر همین بود که فکر کنم شهرام اشاره کرد که با توجه به اون نقشی که بی بی سی داشت تو سالهای اشغال و حمله به ایران در زمان جنگ دوم جهانی، قاعدتا یه غرور ملی میطلبید که مردم اصلا دیگه بی بی سی رو گوش ندن. ولی سال 57 اونجا گناه بیچاره بی بی سی نبود، یعنی خود کارگزاران بی بی سی هم در شگفت بودن که اصلا چرا این مردم گوش بکنن حرفای ما رو. البته من در مورد اون سال 19 هم که گفتی یکشو بگم، اون هم یه شباهت های داشت با 78 میلادی، سال 40 میلادی اون موقع مال جنگ، یا 19ش با 56-57 خورشیدیش، اون 19 با 56-57 یه شباهت های داشت، فرقایی هم داشت. شباهتش در این بود که یه فضای عصبی و بحران در هر جفتش تو انگلستان اون موقع بود. حالا البته تو مال اون 19 خیلی شدیدتر، چون داشتن جنگ علیه آلمان میباختن، تمام لشکراشون شکست خورده بود تو کانتیننت، 100,000 نفر فقط در دو سه روز تو دانکرک کشته داده بودن، اصلا یه فاجعه بود که مرگ و جلوی چشمشون میدیدن توی ماهای آینده. درست. اونی که آدم دیگه اونجا به رادیو به همه چی دستور میده دیگه فقط با پروپاگاند کار کن، یعنی برای وضعیت جنگ. درست. یعنی میمیریم همین فردا دیگه نخواهیم بود اون ملت. لیست اعدامی ها رو تو برلن نوشته بودن که بعد از اینکه چتباز آلمانی پیاده شدن اول کیا باید اعدام بشن تو لندن، یعنی کار تا اینجا بود، جلو رفته بود. درست. رفته بود. اون آدم رو درک میکنه اینا. شباهتش با مال 56 این بود که حالا اینجا دیگه جنگ و اینا نبود، ولی اون سقوط اقتصادی بود و قیمت بالا رفتن نفت و اینکه شاه میدونستن همه فشار آورده که قیمت نفت بره بالا. یعنی نفرت نسبی بود از این دوباره برآمده از یه بحران. درسته. حتی بحران 19 خیلی شدیدتر بود تا بحران 56. خب البته کلام 56 هم نرمتر بود تا کلام 19. درسته. یه شباهت بود. فرقش در این بود که ولی میگم فرق بزرگش البته در این بود که بی بی سی خودش سال 56 اینا که این حرفا رو میزد گمان نمیکرد کسی تو ایران گوش کنه، چون بعد از اون اتفاقاتی که با رضا شاه افتاده بود. میگم این از عجایب اسلام بود که اینقدر اثر بیزاش و این دیگه گناه بی بی سی بشه نیست. ولی اینی که مال انگلیسی ها بدخیم تر بود و استعماری تر بود و سازمان امنیتی تر بود و اونا اومده بودن افراد لفت لیبرال و دشمنای خونی شاه رو بر بی بی سی گماشته بودن، اون درسته. بر بسیار خب شهرام جان، فکر میکنی که این نشست پایانی ماست یا ما نشست دیگری لازم داریم که نگفته هایی رو باز بیافزاییم به این بحث، به این جستار بررسی تحلیلی تاریخ ماست؟ بحث شیرین فروپاشی ایران. من گمان کنم که شاید یه نشست دیگه هنوز باشه که من یه کارنامه بندی کلی میکنم از این گروه های متناقضی که فعلا توی مهتران ایرانی ها هست که به تاریخ این 60-70 سال 100 سال اخیر نگاه میکنن. بسیار عالی. از رضا شاه تا الان داوری میکنن، همشون هم با هم به شدت متناقض، همشون هم مطمئنن که حق کاملا نزد اوناست.
حتما نمای پس داوری شاید بتونیم نشست سپسین جمعش کنیم. خیلی خوبه نشستی که یک دستبندی باشه از این نیروها و کاستی ها و نقاط قوت هر کدومشون که میتونه مطرح بشه. به من حتی فکر کنم یه نشست هم میشه اختصاص داد به یکی دو سال نخست پس از فروپاشی. معمولا هر حکومتی که میفته تو یکی دو سال نخست حکومت جدید اونقدر شکننده هست که احتمال بازپسگیری قدرت هست و شاید بشه تو دو سال نخست سال 58 و 59 خورشیدی رو یه بررسی کرد که چرا ارکان نظام گذشته نتونستند یک تجدید قوا بکنن و در هنگامی که جمهوری اسلامی به شدت ضربه پذیر بود بهش ضربه بزنن. این پرسش خیلی خوبیه. البته من بر این باور نیستم که جمهوری اسلامی شکننده بود. جمهوری اسلامی یه سیستمی بود از نظر ترمودینامیکی خیلی با انرژی سطح انرژی پایین، یعنی همون اسلام کلاسیک که در اون پایین بودن سطح انرژی خودش استیبل بود، یعنی یه مش آدمای وحشی آدمخوار آدمکش و اینا بودن بدون هیچ گونه وجدان و چند صد هزار یا چند میلیون هم بودن. اینا رو تو وقتی سپر دفاعی رو از سرشون ور می‌داری و الان نیروهای نظامی رو منفعل میکنن و فعلا جامعه رو میریزن توش، همون جوری نابودش میکنن که قدیم ما بعد از شکست ارتش ساسانی و هیچ گونه اینستابیلیتی توش نیست، چون میکشن و میدرن و تجاوز جنسی میکنن بدون کوچکترین عذاب وجدان، که یکی از ویژگی بنیادی مسلمان هست. اصلا شکننده نبود. خیلی خوب، پس باز حتما بهش بپردازیم. بله، اونم بحث شیرین است واسه خودش. آره دقیقا. خب سپاس بسیار شهرام جان. من فکر کنم که تو برنامه دیگری که فرصتی بوده، حالا یا در برنامه جنبش رنسانس ایرانی یا جای دیگری، اینجا و اونجا به مسئله افغانستان پرداختیم. این دو هفته گذشته باز به قدرت رسیدن طالبان فکر میکنم که خیلی خیلی پررنگ نشون داد دو سه مطلب بسیار مهم. و یک، شما اگر که 20 سال پیش رفتی افغانستان رو گرفتی، آمدی یه سری آدم به اصطلاح نسبتاً اتو کشیده رو ورداشتی از اروپا و امریکا بردی اونجا، بهشون قدرت دادی، یه قانون اساسی بر پایه جدایی دین از حکومت تا اندازه‌ای گذاشتی، حقوق زنان رو هم یه مقداری به اصطلاح بهشون دادی، پول هنگفتی هم از غرب گرفتی و حدود $1 تریلیون ظرف 20 سال تونستی که بودجه بگیری و میتونستی هزینه کنی، بعد از 20 سال وقتی اعلام میشه که نیروهای خارجی میرن بیرون و میرن بیرون، یه سری با دوچرخه و با دمپایی و با سلاح سبک میان، یه ارتش 200-300 هزار نفری ظرف 2-3 هفته آب میشه، هر کی از یه بر میره، رئیس جمهورش آقای اشرف غنی 4 ماشین پول برمیداره میده، معلومه کجا رفته، میگن قطره. و وقتی که یک رنسانس فرهنگی، یک رستاخیز فکری در کشور انجام نشه، شما 20 سال بهترین قانون اساسی رو اونجا بذار، نهادهای مدنی هم درست بکن، هیچ اتفاقی نمیافته تا هنگامی که مرتب بخوای مشکل اساسی جامعه رو جارو کنی زیر فرش. همچنان که دیدیم طالبان اومد با همون شکل و شمایل 20 سال پیش دوباره تاریخ تکرار شد. این به نظر من یه دونه درس بزرگه که نشون میده ایران هم بدون یک رستاخیز فکری و آینی نمیتواند از این بنبست بزرگ رها بشه. بهترین قانون اساسی جهان رو بهش بدید، آزادی احزاب هم بیارید، هیچ ضمانتی بر نیکبختی ملت ایران نخواهد بود. و نکته دوم این است که اینم فکر کنم شما جو موافق باشی که ببینید، همه من خودم هم میگم به روش افتضاحی ادمنستریشن بایدن کشور خالی کرد و 80 میلیارد دلار اسلحه هم گذاشت، جنگ افزار پیشرفته، شاید هم عمدن گذاشت نمیدونم، ولی در این که امریکایی‌ها می توانستن به مرور نیرو زمینی بیرون ببرن ولی پشتیبانی هوایی رو قطع نکنن، بعد پشتیبانی هوایی رو قطع کنن، مسائل امنیتی و اطلاعاتی و شنود رو قطع نکنن و دولت افغانستان رو کمک کنن، در این شکی نیست، یعنی قطعا خارجی اثر داشته. ولی من میخوام بگم این کشور صاحب نداشت، یعنی شما وقتی میبینی که هواپیمای امریکایی میخوان بلند شن برن، هزاران نفر خودشونو آویزون میکنن به هواپیما که فرار کنن، خب این جماعت نمیتونن اسلحه دست بگیرن از کابل و از هرات و قندار دفاع کنن؟ آینش همون
دو میلیون همیهن خودمونن که فلفور پولار برداشتن رفتن کنار کالیفرنیا ملک خریدن دیگه. سیستمش یکیه. آره خیلی غم انگیزه. آخه چطور میشه شما هلیکوپتر داری، هواپیما داری، توپخانه داری؟ چون اصلا یارو باور نداره به زندگی بسامان و مدرن. باور نداره. الان من میفهمم که این 200,000 نفری که رفتن ارتش افغانستان تشکیل دادن، یک ذره روشون کار ایدئولوژیک و کار ملی نشده. اینا توانمند نشدن از نظر روانی. حقوق خوب میدادن، همه ثبت نام کردن. من حاضرم شرط ببندم 10% اینا احتمالاً طالبانی بودن، تو ارتش رفته بودن. اصلا یارو میگه که داره میخنده بریش دولت. دقیقاً. الانم افغانستان متاسفانه خیلی خیلی جای تاسف رخداد شومی بود. فقط نکته مثبتش این بود که تایید کرد که با تئوری و تایید کرد، ولی فقط با قانون نمیشه. دقیقاً. دقیقاً. چون قانون رو کی میخواد پیاده کنه؟ دقیقاً. بالاخره عاملش کیه؟ عامل اون قانون کیه؟ کاملاً. بسیار خوب. سپاس بسیار جلم جان و سپاس از همیهنان برای توجهشون. تا برنامه آینده. بدرود. بدرود. بدرود.